نمکدان را تهی کردم، کباب دل نمک نگرفت. به چشم شوری خود دیدم که دستی بی نمک دارم. دسول الور بیرخت را آسمان الور و وطن را ناکو و وطن را ناکو. از استرداد استقلال افغانستان در محفل بزرگ و باشکوه در سفارت افغانستان در واشنگتن تجلیل به عمل آمد. آباده عزت و شرافت نوشیم، در راه وطن از دل و از جان کوشیم، گر در سفر از جامعه خونین پوشیم، آزادی را به بندگی نفروشیم. سلام دوستای عزیز، از مهمترین مرجع افغانستان یعنی سفارت کبرای افغانستان در واشنگتن دی سی با شما هم کلام هستیم. استرداد استقلال کشور امشب طی محفل خاص در سفارت کبرای افغانستان در واشنگتن تجلیل به عمل می آید. آریانا سعید، بانوی آواز و قامت پربار از احساس هنر در سفارت افغانستان مقیم آمریکا، با آواز ملکوتی و سرشار از احساس میهن پرستانش سرود ملی افغانستان را جان بخشید و تار پود اشتراک کنندگان را پر از هوای گوارای وطن ساخت. بانو سعید در این همایش آرزو کرد من ایس بزرگترین همایش دموکراسی برای تمام بدبختی های مردم افغانستان نقطه پایان باشد. بسیار جای افتخار بود که بر ما موقع داده شد که در یک جای مهم در سفارت افغانستان در واشنگتن دی سی اجرا بکنم، چون مملکت خدا بسیار دوست دارم، مردم خدا. واقعا می به فکر ما میگرده که فقط آرزوی سلامتی و خوبی برای مردم افغانستان میکنم. سرنوشت ملت افغانستان برای چندمین بار رقم زده میشه. دلهوره دارین، خوشحال هستین، نگران عدم امنیت هستین، نگران حضور بانوان هستین. این خود جای شک نیست که همیشه ما در فکر وطن، در فکر وطندارای ما، در فکر افغانستان هستیم. ما خوشحال هستم به خاطر که یک بار دیگه اما طور که مردم افغانستان همیشه در صحنه بوده بازم هستن. ما امیدوار هستم که یک انتخابات بسیار خوب پیش رو داشته باشیم. انشالله نتیجه از او صلح، ثبات و آرامش دائمی رو به وطن ما و شما برگردانه. ما خوی لایامین میگم، چون میگن که موسیقی غذای روح است. موافق هستین با من؟ بله. موسیقی خوب حلال است، حرام نیست؟ در قسمت حلال و حرام بودنش مسائل شرعیش من نمی پردازم، ولی کاملا که شما موافق هستم که موسیقی غذای روح است. آریانا جان سعید که نام پرمسمای تاریخی دارن، امشب بی محفل ای قصر نورافشان کرد. دلیل کامدن که سرود ملی را بخواییم که یک ماننده زن افغان لایف بخوانه. نامدن لطف کردن سرود ملی را لایف اجرا کردن. یعنی برای جهانیان خنشان ندادین که نقش زنها همه تو سر جایش است و برجسته است؟ نظیره عزیز، بدون خواه ما نشان بتیم یا نتیم، نقش زنهای افغانستان همیشه در جایش خواهد بود. و روز اول هم برتان گفتم که کدبانو که دو شد میان خانه ناجارو شد. با گپای شما موافق نیستم در قسمت ناجارو بودن خانه، ولی افتخار میکنم که اما زایران پاک مالو بشه. در این حال رویا رحمانی سفیر افغانستان در واشنگتن دی سی در سخنان از کارنامه‌های امان الله خان غازی یاد کرده و همچنان افزود که افغانستان کشوری است که در حال انکشاف قرار دارد. وی همچنان از کمک‌های ایالات متحده آمریکا برای بازسازی و همچنان فعالیت‌های این کشور در زمینه مبارزه با تروریسم قدردانی کرد. این محفل با بیرق سرنگ افغانستان مزین شده و همچنان رباب افغانی گوش شرکت کنندگان را نوازش می‌داد. منیجه جان وافق از دختر بانوان بسیار جوان با احساس ملی در افغانستان واقعا یک ابتکار کرده بر زنهای تجارت پیشه، کارهای عمده را انجام داده. خوشحال هستم که در سفارت افغانستان میبینیمشون. در مجموع صلح میخواییم و به خاطر آمدن صلح باید از
تمام مسائلی که تا امروز در افغانستان انجام شد از 2002 به این طرف طالبا قناعت کنن و طالبا بپذیرن، نه ای که طالبا بیاین و باز مثل 1995 واری فکر کنن در سال 2019 یا 2020 اونا میتونن تقاضا و خواهشات خود سر باب قبولانن. به مذاکرات خوشبین هستم، اما به این خوشبین هستم که امروز ما قدرت ازیر داریم که طالب بفهمانیم که ما دیگه او مردم 1995 نیستیم که بیاین ما را بگوین که این کارا بکنیم این کارا نکنیم. شب است نتشا امشب، شب سال روز آزادی افغانستان. من میگم خیلی نتشا میگه شب وصل است و بادلبر، مرا لب بر لب است امشب. شبی که از روز خوشتر باشد آن شب، امشب است امشب. به چشم روی آن مه بینم از شوق و بسط اسرت، زبیم صاب چشم دیگرم بر کوکب است امشب. تشکر نتشا. ای وطن ای جان من، ای وطن ایمان من، مامن پیر و جوان، کشور آزادگان. آقای حبیب‌زاده، شما که یک هنرمند چند بودی هستین، این بت بامیان چی مقبول رسم کردین، در خصوص جشن استقلال چی گفتنی دارین؟ خوشبین هستین به اوضاع فعلی وطن؟ والا نظیر جان خودت میفهمی مسئله که امی وطن ما، مردم ما، فامیلای ما، دوستای ما در حالت بسیار اسارت عجیب و غریب زندگی دارن. خیلی استقلال معنیش چی است؟ ما وقتی کلمه استقلال میشنویم میگیم زود بدهیم کمی یک آزادی، که کلمه آزادی و استقلال ما بسیار تشنش هستیم. سال روز جشن استرداد استقلال افغانستان در سفارت کبرای افغانستان در حال تجلیل به عمل میآید. لشکر یو دی پوهنی مشتیاری رناکو، وطن رناکو، وطن رناکو، دی سولی الور بیرخت راسمان الوردو، وطن رناکو، وطن رناکو، خواری او فلاکت وطن لرغوارو، وطن لرغوارو، رشوت او خیانت وطن لرغوارو، وطن لرغوارو. تا یک نفر افغان از زنده افغانستان هم می بالم به شما جوانا. نام خدا چی لباس های قشنگ اول خود معرفی کنین؟ اسم من قیس ایثار است، رباب نواز. قیس جان رباب می نوازی؟ کجاست ربابت آقا؟ رباب دیگه سر استیج است الان. خب لباس ها را از کجا تهیه کردی؟ دیگه پیدا کردم میرم، جمع کردم میرم لباس ها. آفرین، اتن آمتمن بلد هستی؟ چرا نه. آقا میگه که به یک تن اتن کی می شود؟ مهم است که ما امی اصل فرهنگ و موسیقی خود به امی مردم معرفی کنیم و اصل افغانستان را. بسیار زیاد تشکر. خواهش میکنم. اسپند کنی خود که بسیار زیبا معلوم میشه. تاکید آقای غنی هم روی قشر یا طبقه جوان است. آقا را که میبینیم از جوانایی است که میگه با هیچ آمد و حال میلیونر شده. سلام برسه و همه احترام عادت به همگی افغانای دوستای ما از طریق شما که ما را میبینن. سلیم سلطانی هستم، یکی از بزنسمن هستم، تجار چوچه، فامیلی در شهر ویرجینیا. تجار چوچه نه دیگه، چی کردین که پولدار شدین؟ نه خیر، مرا دیگه بدنام نسادن، من پولدار نیستم. پولی که از اولی قف دست اقوالال به دست بیایه او بدنامی نداره. میگه نابرده رنج گنج میسر نمیشود، مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. حتما کار کردین. شما جوانان این روی ذخیره وی فردا هستین، موفق باشین. ما نیستم چی آورد؟ قالینا رو ناوردین این دفعه؟ قالینا رو آوردیم. خب اول یک بیر قالینا میخوانیم باز میریم پیش قالین. بسیار خوب. بیا بریم قالین به بافیم سوی اخچه تخت تخت پارچه پارچه، قالینای سرخ و سفید برای یار برگ بید، قالینای سرخ و سفید برای یار برگ بید. الا یار جان بن خویت ندیدم، بدخشان آمدم رویت ندیدم، بدخشان آمدم تا شار اقچه، مثال تارگی سویت ندیدم، مثال تارگی سویت ندیدم. بیا بریم قالین به بافیم سوی اخچه. خداوند این خوشی که شما دارین نصیب تمام خانمای افغانستان و مردها و جوانای افغانستان بسازه. الهی امین. شما کسی هستین که در هر محافل، جشنها، محافلهای خوشی نظیر جان است که
شاینینگ میکنه، به حساب روشن میسازه محفل ها را. قربانتان آقای زمانی، شما همچنان در شناخت هویت و فرهنگ مملکت که تولیدات و پیداوار یک مملکت معرف هویت و کشور است، همیشه ممد بودید.